رساله‌ای داره ابن سینا تحت عنوان لماذا اخاف الموت من چرا از مرگ میترسم اونجا بحثای فلسفی شده من اونها رو الان جواب شما رو اونها رو نمیکنم واقعیت این است که نگاه انسان به مرگ انسان معتقد به این که مرگ پایان زندگی نیست با انسانی که معتقده که پایان زندگی هست خیلی فرق میکنه اون کسی که معتقده که پایان زندگی نیست اول چیزی که میفهمه که باید بفهمه که وقتی پایان نیست یعنی چی پایان نیست چی باقی میمونه اینو باید بفهمه انسان معنای پایان نموندن یعنی چه پایان زندگی نیست یعنی چه پایان زندگی نیست چی باقی میمونه انسان میماند و چی این سوال اولی است که انسان باید برای خودش اینو روشن کنه میام قسمت اونهایی که معتقدن پایان زندگی هست اونایی که معتقدن پایان زندگی هستن دو نگاه ممکنه داشته باشن یک دی پایان براشون وحشت ایجاد میکنه یه دی که نه هیچ وحشت ایجاد نمیکنه میگه همه چیز تمام میشه دیگه. دیگه اون وقت که فهمه الان و انسان نداره این دو نگاه هست حال من از کسان قسم اولم یعنی کسانی هستم که معتقدم که مرد پایان زندگی نیست این اولا بعدم با درکی که در این عمرم با تحصیلاتی که داشتم و رنجی که بردم و مطالعاتی که کردم رسیدم اون که با من میمونه افکار منه اندیشه های منه اونا با من باقی میمونه و اینکه بعد از مرگ من با چی باقی میمونم با اندیشه های خودم من به حرف مولوی معتقدم بعدا مولا صدرا همون را آمده تکمیل که من اینو خوب فهمیدم ای برادر تو همان اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای گر بود اندیشه ات گل گلشنی وربود خاری تو هیمه گلخنی ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران گرگ گشته یک به یک اعمال تو می درانند از قذب اعضای تو این صفات های چمارو و کجدومت ما رو اقرب گردد و گیرد دومت من با این درک هستم و همش سعی میکنم و تلاش نمیدونم موفق میشم یا نه تلاش میکنم حسد یک ماره کبر یک ماره قذب یک ماره و این باقی میمونه با